در این قسمت از چرخه استبداد از مداخله روحانیت در امر آموزش خواهیم گفت. روحانیت در سه میدان به طور دائم و سیستماتیک در امر آموزش دخالت تاریخی و مستمر داشته. 1. آموزش طلاب و مبلغین دینی در حوزه‌های دینی. 2. آموزش عمومی از طریق منبر و تبلیغ. 3. آموزش در مدارس و به خصوص مدارس خاص مذهبی و شبه مدرن. دو نهاد از این سه نهاد از دوره صفویه به طور تبعیض آمیز و انحصاری کم و بیش در اختیار روحانیت شیعه بود و نهاد سوم پس از مشروطه با تبدیل و تلفیق مکتبخانه و مدرسه مدارس مذهبی نوین را تأسیس کرد تا در امر آموزش مداخله نماید. علاوه بر آن دروس مذهبی همواره قبل از انقلاب نیز جزئی از برنامه مدون آموزش و پرورش ایران بوده است. در دوره محمد رضا شاه پهلوی نیز در وزارت آموزش و پرورش روحانیان صاحب نامی مانند دکتر محمد بهشتی و آیت الله رضا برقعی با داشتن سمت رسمی در تنظیم مطالب کتب درسی دخالت داشتند. دانشکده معقول و منقول که بعداً دانشگاه الهیات و معارف اسلامی نام گرفت، دانشکده از دانشگاه تهران است که در سال 1313 یعنی در زمان رضا شاه و همزمان با تأسیس دانشگاه تهران و به عنوان یکی از اولین دانشکده های آن شکل گرفت و مشخصاً به تربیت روحانیت در کادر آموزشی دبیرستان ها و دانشگاه ها همچنین برای اشتغال در مناصب دولتی و قضایی افراد را آموزش می داد و همچنان نیز ادامه دارد. علاوه بر آن، روحانیت و کادرهای مذهبی لباس شخصی با تألیف متعدد کتب فراوان در همه زمینه‌های مذهبی، ذهن افراد جامعه را دائما در انحصار ارزش‌های تبلیغی خود داشته و دارند. پس از مشروطه، روحانیت توانست سنگرهای از دست رفته را دوباره به دست آورد و نقشش نسبت به قبل از مشروطه در زندگانی اجتماعی و تولید فرهنگ عامه پسند بسیار پررنگ‌تر شده. به نحوی که حکومت بظاهر سکولار دوره پهلوی را در درون خود حزم کرده و توانسته قدرت بلا منازع سیاسی را نیز تصاحب کند. این امر تصادفی و اتفاقی نبود و نتیجه بدیهی و آشکار تلاش‌های روحانیت در 100 سال پس از مشروطه برای بازپسگیری امتیازات از دست رفته می باشد. آنها توانستند محمد رضا شاه پهلوی را متقاعد کنند که خطری از سوی آنان متوجه سلطنت نیست و دشمن شماره یک سلطنت کمونیست ها می باشند که دشمن مذهب نیز هستند. وجود دشمن مشترک برای دو نهاد کهن سلطنت و روحانیت این دو را بیشتر در کنار هم قرار داد و تلقین حس امنیت از نهاد مذهب به وسیله روحانیت به شاه دستگاه امنیتی شاه را متقاعد کرد که از مذهب میتوان بر علیه مارکسیسم که آن روزها در بین جوانهای یکتازی میکرد نیز استفاده کند. برای این دستگاه امنیتی عریض و طویل یک جوان مذهبی به مراتب کم خطرتر از یک فعال چپ تلقی میشد. زیرا چپ حامی بین المللی مهمی چون شوروی داشت که همسایه شمالی ایران نیز بود. به این ترتیب دست روحانیت برای یکتازی در زمینه تبلیغ و آموزش بسیار باز شد. به خصوص که پس از سال 1332 که عملاً احزاب امکان فعالیت سیاسی نداشتند، منبر و جلسات مذهبی تنها امکان را برای شنیدن روایت‌های مخالف آنچه که از ناحیه حکومت تبلیغ می‌شد فراهم می‌نمود. تعطیلی احزاب فرصت یگانه‌ای برای مبلغین مذهبی فراهم کرد تا در حوزه گفتمانی جای آنها را به خصوص با امنیتی که از سوی ساواک برایشان فراهم می‌شد بگیرند. بخشی از روحانیت که انگیزه سیاسی پیدا کرده بودند با فعالین مذهبی و سیاسی بر علیه حکومت شاه و با حکومت شاه بر علیه چپ‌ها فعالیت می‌کردند و این نقش دوگانه را با مهارت پیش می‌بردند. در دوره پهلوی دوم، روحانیت توانسته بود بیش از 20 هزار طلبه و 15 هزار مبلغ مذهبی و چندین هزار کادر دانشجویی و دانش آموزی را در اختیار داشته باشد. گروه‌های مذهبی لباس شخصی با نام انجمن‌های مذهبی در این دوره در رقابت با چپ به تعداد قابل توجهی به وجود آمده بود و علاوه بر رقابت گفتمانی در زمینه عملی نیز که مبارزه با حکومت شاه بود، سعی می‌کردند گوی سبقت را از مارکسیست‌ها بربایند و از آنان پیشی بگیرند. با
با وجود رقابت با روحانیت و اختلافات جزئی این گروه ها با هم، در نهایت نتیجه همه این تلاش ها به حساب روحانیتی ریخته می شد که عزم خود را جزم کرده بود تا حکومت را از آن خود کند و استبداد روبه پایان سلطنت را در قالب استبداد دینی دوباره تجدید تولید کند و جان تازهی ببخشد. در روزهای 10 تا 12 فروردین، نتیجه عملی این تسخیر فضای سیاسی از طریق مداخله روحانیت در آموزش عمومی و تبلیغ و نشر کتاب در رأی مثبت اکثریت ملت چیزی متبلبر شد که هیچ کس تا آن روز نمی‌دانست چیست. این موجود نامشروع و عجیب جمهوری اسلامی نام گرفت، یعنی ترکیب دو مقوله ذاتاً متضاد، جمهوری که بر آراء مردم استوار است با اسلام که مشروعیت خود را از آراء مردم کسب نمی کند. به این ترتیب چرخه استبداد تولدی دوباره یافت و جانی تازه گرفت. ولی این بار دیگر نهادهای کهنی باقی نمانده که در این دوی امدادی و تاریخی تولید استبداد چوب را از دونده خسته، یعنی روحانیت شکست خورده، تحویل بگیرد و به دویدن ادامه دهد. پایان تاریخی استبداد نزدیک است.